درود بر شما. با 180 ثانیه پنجشنبه 13 مهر ماه ما رو همراهی کنید. وبسایت هنگاو امروز پنجشنبه 13 مهر ماه گزارش داد که شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند، توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده است. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به بیهوشی و به کما رفتن آرمیتا گراوند، دانش آموز ساکن تهران بر سر حجاب اجباری، ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا نیز در شبکه ایکس نوشت که جمهوری اسلامی همچنان به ظلم و خودکامگی و بی‌توجهی به شهروندان خود ادامه می‌دهد. خانم جولی اضافه کرده اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاد نباید برای زنان در ایران وضعیتی ثابت باشد و حقوق بشر برای مردم ایران باید رعایت شود. در حالی که آرمیتا گراوند در بیمارستان فجر بستری شده است و بر اساس گزارش ها نیروهای حکومتی در اطراف این بیمارستان مستقر شده اند، دوستان و خانواده آرمیتا گراوند تهدید شده اند که با هیچ رسانه ای مصاحبه نکنند. روابط عمومی دانشگاه تهران به انتشار خبر بیهوش شدن یک دانشجوی دختر به واسطه برخورد ماموران انتظامات پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به خاطر داشتن حجاب اختیاری واکنش نشان داد و آن را به خاطر استرس ناشی از تذکر انتظامات دانست. کوثر افتخاری، بازیگر تئاتر که در اعتراضات سال گذشته ایران یک چشمش هدف گلوله ماموران قرار گرفت و نابینا شده است، از محکومیت خود به 5 ماه زندان خبر داد. به گفته خانم افتخاری، حکم صادر شده طی روزهای آینده به اجرا گذاشته می شود. سال من رو محکوم به 5 ماه زندان کرده. طی روزهای آینده این حکم دادگاه به مرحله اجرایی میره و طی این چند روز آینده که به مرحله اجراش رسید من باید برم و این حکم اجرا بشه و من 5 ماه باید زندانی بشم. کانال تلگرامی دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد گزارش داده که امروز اطلاعات سپاه مستقر در فرودگاه خمینی تهران مانع سفر محمود احمدی نژاد شدند و پاسپورت او را گرفتند. بر اساس این گزارش با آقای احمدی نژاد گفته شده که ممنوع الخروج است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران از بودجه خانوارها، اجاره بهای مسکن در ایران در سال گذشته به طور میانگین 60% افزایش یافته است. استان زنجان با رشد بیش از 90% هزینه اجاره مسکن در صدر بیشترین افزایش سالانه قرار دارد و استانهای آذربایجان شرقی و یزد در رده‌های بعدی هستند.